مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبر خان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. سلام بر شما، دوشنبه شبتان بخیر. سرخط مهمترین ها در 30 دقیقه خبر امشب. نزدیک شدن به پایان ضرب الاجل یک هفته‌ای به حکومت وحدت ملی. مجلس نگران اختلاف ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی است. جای تاسفات بر هر دو رهبر وحدت ملی. امیدوار هستم که مشکلات و این اختلافات بسترین مسد حل شود. حمله سایبری به وبسایت های دولت افغانستان. هکرهای تخریب کننده که گمان می رود چینی اند و دنبال اطلاعات در سیستم های دولتی افغانستان بودند. اوتا پر کامیاب شوی ندی. اوتا فکر نکنم چه اینده که با هم کامیاب. فساد گسترده در شریان های اصلی درآمدزای افغانستان. سالانه تا 2 میلیارد دلار از گمرک های کشور به جیب زورمندان می ریزد. پولی که باید به بودجه حکومت بیاد بیا، این به دسترس افراد که زورمند هستن به دسترس از اونا قرار می گیرن. و هشدار پیونگیانگ به واشنگتن. کوریای شمالی، پنتاگون و دیگر تأسیسات آمریکا را هدف قرار خواهد داد. خوش آمدید، من رئوف اجمل هستم، میزبان شما در 30 دقیقه خبرم شد. همان گونه که معلوم است کابینه امروز هم معرفی نشد. ظاهرا رهبران حکومت وحدت ملی شب گذشته نیز موفق به گزینش نامزد وزیران نشدند. مجلس نمایندگان از اختلاف ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر سر گزینش نامزد وزیران نگران است. آگاهان نیز رهبران حکومت وحدت ملی را در اداره کشور ناکام می دانند. بشه احمد قاسمی گزارش می دهد. انتظار می رفت که امروز کابینه حکومت وحدت ملی معرفی شود که نشد و مهلت 4 هفته رئیس جمهور برای تشکیل کابینه نیز در حال پایان یافتن است. شب گذشته نیز رئیس جمهور و رئیس جایی درباره تشکیل کابینه با هم دیدار کردند، اما تا هنوز به توافقات نهایی دست نیافتند. ظاهرا اختلافات جدی در دسته های رئیس جمهور و رئیس جایی بر سر تشکیل کابینه وجود دارد. تیم جناب دکتر سبحانی هم در بین خود یا سازگار نیستند که کی معرفی در کجا بکنن و همچنان در بین تیم دکتر عبدالله به توافق نرسند که کی در کدام پست معرفی شود. فکر می کنم جای تاسف است بر هر دو رهبر وحدت ملی. امیدوار هستم که مشکلات و این اختلافات به زودترین فرصت حل شود. حکومت که 85 روزه شود و موفق به تشکیل کابینه اش نشود، آیا از اعتبار آن کاسته نمی شود و در مدت 5 سال به شهروندانش زمینه رفاه را فراهم کرده می تواند؟ اینا هنوز هم جنجال و پروبلم های زیاد دارن و مشکل است اینا با توافق برسند. با مقدر روز به روز حیثیت و اعتبارشان در بین مردم افغانستان ضعیف شده میره و از بین رفته رای است. زدمند های سیاسی حکومت مشارکتی و توافقی که از آرای مردم بر نیامده روی یک توافق صورت گرفته طوری طبیعی مشکلات دارد. پایان این هفته مهلت 4 هفته رئیس جمهور نیز برای تشکیل کابینه پایان می‌یابد. اکنون باید انتظار کشید که تا پایان این هفته کابینه حکومت وحدت ملی معرفی می‌شود و یا مانند گذشته مردم در انتظار خواهند ماند. ایتالیا بر تعهدات درازمدت افغانستان تاکید می‌کند. وزیر دفاع این کشور در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است کشورش در کار مبارزه با هراس افغانی، شگوفایی اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای با افغانستان همکار است. رئیس جمهور غنی به این مقام ایتالیایی اطمینان می‌دهد که کابل در مبارزه با افراط‌گرایی و هراس افغانی قاطع است. شماره از وبسایت های دولت افغانستان هدف حمله هکرها قرار گرفته است. اداره امنیت فناوری ایالات متحده آمریکا میگوید که برخی از نرم افزارهای تخریب کننده در وبسایت های رسمی دولت افغانستان راه یافتند که احتمالاً هکرهای چینی اند. وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی نیز میگوید با این حمله بر مرکز ملی اطلاعات تنها فایل جاوا اسکریپت تخریب شده است و هکرها در تلاش به دست آوردن اطلاعات بودند. این بار حمله سایبری بر افغانستان. به تازگی هکرها بر برخی از وبسایت های رسمی دولت حمله کردند. اداره امنیت فناوری آمریکا هم گفته است که از چند هفته بدین سو فایل های ویروس زده در وبسایت های افغانستان دیده شدند.
احتمال می رود در عقب این حمله سایبری چین نقش داشته باشد. ما فعالیت های هکرها را در وبسایت های وزارت های افغانستان مشاهده کرده ایم که می تواند به عنوان یک حمله بر اداره افغانستان به شمار برود. شاید این اقدام از سوی هکرهای چینایی صورت گرفته باشد که می خواهند اطلاعات را از وبسایت های وزارت های افغانستان به دست آورند. این حمله همزمان شده است با دیدار برخی از مقام های چینی از افغانستان، اگرچه توانایی های کابل برای مهار چنین حمله ها نیز زیر پرسش برده شده است. نشانه های نرم افزارهای تخریب کننده که هکرها از آنها سود میبرند در شمار زیاد از وبسایت های حکومت افغانستان که وزارت های عدلیه، امور خارجه، معارف، تجارت و صنایع، مالیه و زنان را در بر میگیرند دیده شدند. بخشی از اطلاعات محرم افغانستان در مرکز ملی اطلاعات نگهداری می شوند. اطلاعات سری که بخشی از آن در برگیرنده اسناد، موافقتنامه ها و موارد از این دست هستند. این مرد رئیس حکومتداری برقی می گوید امنیت چنین اسناد مطمئن است، اگرچه تدابیر امنیتی جدیتر باید شوند. افغانستان باندې چې مختلف خلکو مطلب غوښتي دي چارټیکو کې مختلف ډیټا سنټر باندې خاصتا د افغان ملي آرشیف دغه باندې ډیټا سنټر باندې مرکز ملي باندې افغانستان چې هیکینګو کې خو او ته پر کامیاب شي نه دي او څه فکر نو کوم چې آینده کې به هم کامیاب نشي. دا ټول دا تیر معنا لري چې زمونږ سیستم ډیر ښه سیستم دی او یا زمونږ د اکوپمنټس یا کوم نور کوالټي چې دا ډیر ښه کوالټي ده. وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی نیز بررسی‌هایش را درباره حمله سایبری بر وبسایت‌های دولت آغاز کرده است. جاواسکریپت په نامه باندې یو فایل دی چې هغه متضرر کړی و او هدف یې د همدغه و چې دوی غوښتل افغان دولتي سایټونو ته ننوځي او دې نه په استفاده سره د نړۍ د نورو هیوادونو سایټونو ته ننوځي، تجسس وکړي، تدخل وکړي او خپل اهداف ته ورسیږي. درس کردن اطلاعات محرم به بیرون چهره بسیاری از حکومت‌ها را تغییر داده است. افغانستان هرچند کمتر از ابزار برقی استفاده می کند، اما هستند اسناد و اطلاعاتی که بیرون شدنشان ممکن است برای دولت سنگین تمام شود. پیشتر نیز گزارش های از شنود میلیاردها تماس تلفنی شهروندان افغانستان پخش شدند، آنچه که انتقادهای زیادی را از تعرض به حریم خصوصی مردم به همراه شد. آوردن تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی بر بنیاد قانون اساسی از صلاحیت های مجلس نمایندگان است. معاون دوم مجلس نمایندگان در واکنش به گفته های دیروز رئیس کمیسیون مسخن انتخابات، آوردن تعدیل در قوانین انتخاباتی را یک نیاز جدی میداند و میگوید بر بنیاد قانون مجلس حق دارد که در سال آخر کاریش هم تعدیلات را در قوانین وضع کند. سلیمان مستمند. مجلس نمایندگان به زودی تعدیلات را در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی با وجود می آورد که بر بنیاد آن کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی برکنار می شوند. این اقدام مجلس خشم کمیسیون مستقل انتخابات را برانگیخته است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته تعدیل در قانون انتخاباتی را از سوی مجلس نمایندگان یک عمل سیاسی و فراقانونی دانست، اما مجلس نمایندگان بر آوردن تعدیلات در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی تاکید دارد و هدف از آن را تامین شفافیت انتخابات و جلوگیری از بی‌ثباتی کشور می‌داند. قانون تشکیل وظایف و صلاحیت ها مربوط به آنها است، مربوط به قدرت مانور و حوزه صلاحیت های آنها را کم شفافتر می سازه تا ای که به نتایج آراء مردم هیچ گونه دستبرد صورت نگیرد و اعلام نتایج شفافتر و پذیرفتنی تر بسازند. لذا قطعا مواردی که از جانب آنها ایراد گردیده است نه مبنای حقوقی دارد، نمیتواند در یک بحث حقوقی حتی داخل بگردد. گفته های وجود دارند که کمیسیون های انتخاباتی از مکنون در تلاش بحران آفرینی در کشور می باشند و باید کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی برطرف شوند. ایشان طوری که در ریاست جمهوری عمل کردن، اگر در بخش ولی سه جرگه همشو عمل کنن، 150 نفر که از یک تیم بودن اونا بعد مهندسی شوند و در این حال گب یک شوند، در این حال مرحله بعدی که تعدیل قانون اساسی است یک طرفه شوند، حکومت وحدت ملی یک طرفه شوند، همه یک بخش شوند و آنجا بحران دیگر خواهد بود که ایشان به او بحران از حال فتر میخواهند نهالشانی کنند. افغانستان
گفته می شود که طرح تعدیل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی تا یک هفته دیگر در مجلس عمومی به بحث گرفته شود. پیشتر هم حکومت وحدت ملی بر آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان تاکید داشته است، اما تا هنوز کار در این زمینه نکردند. در توافقنامه سیاسی رهبران وحدت ملی نیز بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور تاکید شده است و به زودی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی نیز تشکیل خواهد شد. میزان فساد در گمرک‌ها سالانه از 1 تا 2 میلیارد دلار می رسد. دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که این پول‌ها به جیب زورمندان می رود و حکومت وحدت ملی باید افراد مفسد را از گمرک‌ها برکنار و مجازات کند. اما وزارت مالیه این اتهام‌ها را رد می کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از تمیم شهیر. امسال 25% کسر بودجه نگرانی جدی دولت را به همراه شد، اما بی خبر از آن که این کسر در گمرکات ریشه دارد و کسانی که در گمرکات هستند متهمند که زیادتر پولهای دولت را به جیب شخصیشان می زنند. خواست دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت وحدت ملی مجازات این افراد است. آنها از گمرکات قرار معلومات را که ما داریم در حدود 1 الی 2 میلیارد دلار سالانه ما ضایعات داریم که فساد اونجا واقع میشه و به دسترس و پولی که باید به بودجه حکومت بیاد بیا این به دسترس افراد که زورمند هستند به دسترس از اونها قرار میگیره. دید وزارت مالیه این است که اگر فساد در گمرکات وجود دارد، پس چرا بازرگانان تا حال به گونه رسمی شکایت نکردند؟ متاسفانه چی رسمن یو سوداگر هم مونگت شکایت نره کرده. در دیر مهم خبره ده چه مونگت شکایت وشی در صبح پر مونگو که ولشو چه پیگیری وکو او هر څوک چې په فساد کې ښکیل دي چې باید خپله سزا ویني، چې په دې اړه بیا هم همکاری ته ضرورت لرو. به علت اینکه جامعه جهانی برای برطرف شدن کسر بودجه کمک نکرد، شاید به سال مالی این کسر انتقال یابد و از همین حالا مشکلات جدی در بودجه سال مالی جدید وجود دارد. مثلا برای زیربناها و حفظ مراقبت آن 10% بودجه اختصاص یافته و نیز به پروژه های نیمه‌کاره پول در نظر گرفته نشده است. بودجه سال 1394 متاسفانه یک بودجه بسیار غیر متوازن است که در این بودجه 44% سکتور امنیتی در نظر گرفته شده که یک رقم بسیار بالا است. برخی نمایندگان و مجلس مطمئن هستند که این بودجه را مجلس رد خواهد کرد، زیرا مشکلات جدی در آن وجود دارد. فعلاً بودجه ولسی جرگه تراغله ده او انشالله موک در بررسی لانده ده او راتلون که افتی که پاجنده کم نیوله ده چهارشنبه ورز انشالله بدو بندی ببیا موک پوکاسو که او بودجه امکان زیاد است ده کم نواقع سلری ده بودجه راتسی. پیش از این اداره مبارزه با فساد گفته است که پولهای دولت در گمرکات حیف میل می شود و فساد گسترده در گمرکات وجود دارد. شاید به همین علت جامعه جهانی 537 میلیون دلار که برای برطرف شدن کسر بودجه تقاضا شده بود کمک نکردند. پس از امسال تنها عضو بودن در گروه طالبان سبب نخواهد شد تا واشنگتن آنان را نابود بسازد. اما پنتاگون هشدار می‌دهد آن سران طالبان هدف قرار خواهند گرفت که تهدیدی برای حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا باشند. با این همه سخنگوی رئیس اجرایی می‌گوید آنانی که در نبرد با افغانستان هستند و نیز می‌کوشند که نظام را برهم بزنند دشمن هستند نه مخالف سیاسی. هنوز افغانستان آرامش ندارد. روزی نیست که بخشی از افغانستان گواه رویداد هراس افغانانه نباشد. رویدادهایی که قربانیش یا نظامیان و یا غیر نظامیان هستند. اکنون هم واشنگتن موزیگری دیگری در برابر طالبان دارد. تنها عضو بودن در گروه طالبان دلیل شده نمیتواند که امریکا آنان را هدف قرار دهد. اما ما آن رهبران طالبان را نابود خواهیم ساخت که بر ضد امریکا و حکومت افغانستان در نبرد هستند و نیز حمله های هراس افغانان را سازماندهی می کنند. حمله های انفجاری و انتحاری در کشور بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفتند. رویدادهایی که مسئولیت آنها را همواره طالبان پذیرفتند. اما واکنش حکومت در این زمینه چیست؟ اونایی که علیه مردم افغانستان می جنگن، خون می ریزن، مخالف سیاسی ما نیستند. ما هیچ مخالف سیاسی را بندی نداریم و علیه هیچ مخالف سیاسی هم در افغانستان نمی جنگیم. اونایی که در صدد براندازی نظام هستند به هیچ ارزش پابند نیستند، هر روز مرتکب قتل و جنایت میشن، دشمنای ما هستند و نیروهای مسلح ما هم نیازمند فهم روشن و واضح از قضیه هستند تا بفهمند که علیه دوست و دشمن موضع گیری روشن داشته باشند.
سال خود دروازی می گذارد که نبرد در افغانستان زبانه می کشد. اما هنوز هم پایان پیروزمندانه این نبرد روشن نیست. راه برد تازه واشنگتن هم در افغانستان نابودسازی کسان است که امنیت خودش را تهدید می کنند. فراموش نکنین که امریکا در مورد افغانستان بارها تصامیم نادرست گرفته و ما به صراحت میگم که این دیدگاه و برداشت هم یک تصمیمه و یا هم یک دیدگاه کاذب است. طالبان مجموعی از شورشگری، انفجارات و فعالیت‌های تخریبی را که در افغانستان انجام میتن مسئولیت چه میپذیرن؟ ملا عمر در لیست سیاه جامعه جهانی ایالات متحده قرار داره، ولی سیاست‌های متناقض دولت افغانستان که گاهی برادر و گاهی مخالفین سیاسی خطاب میکنن مانع از این شده که متحدین بین المللی هم نسبت به مخالفین مسلح افغانستان برخورد دوگانه و چندگانه داشته باشند. نظامیان خارجی در حال بستن رخت رفتن از افغانستان هستند. افغانستان 352 هزار نظامی برای تامین امنیت خودش دارد. نظامیانی که در پنج مرحله و به گونه تدریجی مسئولیت تامین امنیت را پذیرفتند. پشتیبانان نیروها ناتو و امریکاست. نبردی را که واشنگتن 13 سال در افغانستان رهبری کرد و اکنون میدان نبرد به نظامیان افغان خالی شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت فاریاب 5 کودک کشته شدند. سید مسعود یعقوبی سخنگوی فرماندهی پلیس فاریاب به تلویزیون یک میگوید این رویداد در روستای چکوزه ولسوالی شیرین تگاب رخ داده است. به گفته وی انفجار هنگامی رخ داد که این کودکان مصروف چراندن گوسفندانشان بودند. پالتین مسئله دولت یک القمان ریموت کنترولی را در قریه چکوزهی ولسوالی شیرین تگاب جاسازی نموده بودند. یک تعداد از اطفال در اوج حین چرانیدن مواشیشان بودند. با ماین متذکره برخورد میکنند که در نتیجه برخورد و انفجار ماین 5 نفر به شهادت رسیده است. زمستان امسال در افغانستان سرد خواهد بود. اداره هواشناسی کشور تاکید دارد فصلی که آغاز شده برفباری‌های زیادی خواهد داشت. باشنده های کابل با آمد آمد برف و سردی هوا از افزایش بهای سوخت و بویژه چوب و گاز شکایت دارند. یک خروار چوب همکنون در کابل نزدیک به 7000 افغانی به فروش می‌رسد. عماد روسی گزارش می‌نماید. زمستان فرا رسید، فصلی که بسیاری از شهروندان کشور خاطره خوشی از آن ندارند. دلیل آن را هم بیکاری، فقر، سردی هوا و افزایش بهای سوخت می‌دانند. همواره با آمد آمد سردی هوا بهای مواد سوخت افزایش می‌یابد و امسال نیز بسیاری‌ها از افزایش بهای چوب و گاز نگرانند. پارسال تقریبا 5200 افغانی خروار بود. با خود چوب فروشی محترم معلوم است و امسال 4600 تقریبا خروار شده است. شبانه از پلیس ها بسیار چی داریم که نمیمونه موترهای چوب ما رو نمیمونه. در کمربندی که میریم 500 افغانی میگه بته. ما با چی بتیم؟ اینجا پروان 3 یکی از نقاط مرکزی شهر کابل است. در اینجا ده ها خانواده در زیر خیمه ها زندگی میکنند و این خانواده ها روزهای تلخی در زمستان دارند. او دا خیمی چپکیگی اولی دا چی توپان داشت خیمی اولی چپکیگی بس نوسه با او که دا بیرتا بیا پا پرو بانی و تارو تیگی پیکید و خوختی پیکید و پا داقی بانی کلکی کو نور بس او که دا خودی در لگور و اشتاس و دا کومک و اشتاس و مرستی لگور. اداره هواشناسی میگوید زمستان پیش رو یک زمستان سرد و برفی مانند سال گذشته پیش بینی شده است. مانند سال گذشته که ما قبلا هم در مناطق مرتفع مرکزی، مناطق مرتفع شمال شرقی و شمال غربی برفوری داشتیم و امسال هم ما پیشگویی ها نشان میده، مدل های پیشگویی و شناسی که باز هم ما برفوری و بارندگی در این مناطق داریم به شمول کابل. در زمستان سال گذشته نیز بهای مواد سوخت بالا رفته بود و شماری از خانواده ها به علت ناداری با مشکلات جدی روبرو شدند. اکنون خانواده های فقیر از حکومت وحدت ملی خواهان توجه به مشکلاتشان هستند. به زودی تغییرات بنیادین در اوضاع اقتصادی و امنیتی هرات پیش خواهد آمد. هیئت ویژه ریاست جمهوری که به هرات رفته میگوید شهریان هرات از مشکلات کلان اقتصادی و امنیتی رنج میبرند و این بدبختی پایان خواهد یافت. نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان سرپرست این ولایت را ناکارا و بیکفایت میدانند. ادعایی که سرپرست هرات آن را نمیپذیرد. پیام نوری گزارش میدهد.
هرات از بزرگترین و خبرسازترین ولایت‌های کشور. نام هرات بیشتر با خشونت‌های گوناگون بر ضد بانوان سر زبان‌ها افتاده، اما قتل بازرگانان، آدم روبایی ثروتمندان، بیکاری، فعالیت‌های ویرانکارانه استخبارات ایران و حضور طالبان هم در این شهر پررنگ گفته می‌شود. حالا رئیس جمهور غنی هیئت را برای بررسی اوضاع و اطمینان هراتی‌ها به این ولایت فرستاده است. قتل، ترور، وحشت، اختطاف، انتحار و ده ها مصیبت ناامنی دیگه که وجود داره. مشکل اقتصادی، مشکل بیکارگی، مشکل نبود جای کار برای مردم، مشکلات بیکاری و بیکفایتی در بسیاری ادارات دولت و بالاخره نبود هماهنگی ما بین نیروهایی که در خدمت مردم توظیف هستند. اینا همه مشکلات و عواملی بوده که مردم ما و شهروندای عزیز هرات بر ما ارائه کرده. هیئت 5 روز اوضاع اقتصادی، سیاسی و امنیتی هرات را بررسی کرده است. در پایان وعده میکند که تحول بنیادین در اوضاع و رهبری این ولایت در راه است. یقین دارم به خاطر متحول ساختن اوضاع اقدامات اساسی را به خاطر وارد آوردن تغییرات بنیادی در تمام عرصه ها روی دست خواهد گرفتن تا ملت عزیز ما شمشهریان عزیز هرات از حالات نامیمون و حالات نامطلوب موجود رهایی پیدا کنند. بخش از بدبختی های مردم هرات از ناکارایی سرپرست این ولایت سرچشمه می گیرد. آنچه که این عضو هیئت می گوید. متاسفانه که ناتوانی و ضعف مدیریتی را با سرعت بتونم بگم که در کار والی ما مشاهده کردیم. اما سرپرست هرات می گوید همه افغانستان ناامن است. هرات هم بخش از این جغرافی است. می نامی که در هرات از در کل افغانستان است. اول وضع افغانستان شما ببینید، هرات عالی است. تمام افغانستان که وضعش خوب است. بیرون از دفترهای لوکس و مفشن مقامهای دولتی، مردم های از این دست هم در جاده ها کار و زندگی دارند. در هرات و در هر جای دیگر این سرزمین، کسانی که حتی یک لقمنان را با هزار سختی به دست میارند. تازه اگر یک لقمنانشان دو لقمه شود، گرگ های به نام آدم ربا از جای پیدا می شوند و آن را می بلعند. تلاش ها برای حرمت گذاشتن به حقوق خبرنگاران بیشتر خواهد شد. اتحادیه های کارگران افغانستان و خبرنگاران تفاهم نامه ای را امضا کردند که بر بنیاد آن اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان تلاش می کند خبرنگاران از بیمه های صحی، کاری و دیگر حقوق کارگری بهره مند شوند. امروز ژورنالیست ما اگر در یک رسانه کار میکنه، با این که رسانه ها و اعضای ماست، اگر صاحب رسانه او را بدون کنان پرسان و جویان رخصت بکنه، کسی نیست که از او دفاع بکنه. ما امید قوی داریم که امروز با آغاز همکاری ما به اتحادیه عمومی و بزرگ کارگران افغانستان، ژورنالیستای خود هم بتانیم تحت امید تو یک پوشش قرار بدیم. تلاش ما امی هست که ما ژورنالیستای عزیزم کارکن هستن و در بخش سکتور خصوصی هم که اینا کار میکنن باید اینا بیمه ها را داشته باشن و تامینات اجتماعی داشته باشن. در این عرصه ما تلاش میکنیم. در خارج از افغانستان، کوریای شمالی پنتاگون و دیگر تأسیسات آمریکا را هدف قرار خواهد داد. کمیسیون دفاع ملی کوریای شمالی هر گونه دست داشتن این کشور در هک کردن شرکت سونی آمریکایی را رد می‌کند و هشدار می‌دهد در صورتی که آمریکا بر این کشور تحریم وضع کند، کوریا آمریکا را هدف حمله نظامی و سایبری قرار خواهد داد. افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ یانگ. هکرها بزرگترین شرکت فیلمسازی آمریکایی یعنی سونی را مورد حملات سایبری قرار دادند. این رویداد درست زمانی رخ داد که این شرکت در حال آمادگی برای نشر فیلم کمدی بود که داستان آن را طرح ترور رهبر کره شمالی می ساخت. اما هکرها که گمان می رود هکرهای کره شمالی باشند، معلومات سری شرکت سونی را دزدی کرده و هشدار دادند در صورتی که این فیلم نشر گردد، معلومات آنها را رسانه‌ای خواهند کرد. در این حال باراک اوباما هشدار می‌دهد که متخصصان آمریکایی این موضوع را بررسی می‌کنند. در صورتی که هکرها با کره شمالی پیوند داشته باشند، واشنگتن پیونگ یانگ را شامل فهرست کشورهای حامی دهشت افغان خواهد ساخت. ما این حمله سایبری را جدی خواهیم گرفت. ما به صورت مناسب در مکان و زمان مناسب پس از تکمیل بررسی ها به این اقدام سایبری واکنش نشان خواهیم داد. اما کمیسیون دفاعی کره شمالی هر گونه پیوند این کشور با هکرها را رد می کند. این کمیسیون با نشر خبرنامه هشدار می دهد در صورتی که آمریکا تلاش کند بر این کشور تحریم ها را وضع کند، واشنگتن مورد حملات سایبری و نظامی قرار خواهد گرفت که اهداف مهم آن کاخ سفید، پنتاگون و سایر نهادهای این کشور خواهد بود.
مردم و ارتش کره شمالی به گونه کامل از نگاه نظامی و سیاسی در برابر امریکا ایستاده اند. اگر اقدامی از سوی امریکا صورت گیرد، ما عملات سایبری و نظامی را بر کاخ سفید، پنتاگون و سایر نهادهای این کشور انجام خواهیم داد. در این حال چین و ژاپن حملات سایبری بر شرکت سونی را به شدت نکاهش کردند. اما از مقام های آمریکا و کره شمالی می خواهند که پیش از پرتنش شدن روابط میان دو کشور باید نخواست بررسی های دقیق در این مورد صورت گیرد. و اینکه باجی قائد سپسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری تونس شد. این سیاستمدار 88 ساله تونسی که حالا رئیس جمهور منتخب است، از همه تونسی ها خواسته که برای برقراری ثبات در کشورشان همکاری کنند. رئیس کمیسیون انتخابات تونس میگوید که او بیش از 55% کل آرا را به خود اختصاص داده است. این انتخابات نخستین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در تونس محسوب می شود. و به این ترتیب رسیدیم به پایان 30 دقیقه خبر امشب. از همراهیتان سپاسگزارم. شبتان خوش. خدا نگهدار.